شبی یلداست میدونی، شبی پایان برگی زرد و روحی خستهی پاییز. سلام، به چنل انار میدیا خوش آمدین دوستان نهایت عزیز. امشب شب یلدا هست و امشب به مناسبت شب یلدا در انجمن قلم محفل باشکوهی برگزار شده که در این محفل شعرخوانی، موسیقی و تعداد از شعرها و نویسنده ها هم حضور دارن. خواستیم ما هم یک گزارش از این شب تهیه بکنیم. البته این شب یلدا آخرین یلدای قرن است و به مناسبت از این البته محفل باشکوهی برگزار شده که ما خواستیم از این محفل یک برنامه بسیار خوب را بر شما آماده بسازیم و تقدیم حضورتان بکنیم. شما صحبت های از شاعران و نویسنده ها را خود شنیدین و همچنان شعر. خب بیاین و در این گزارش ما را همراهی بکنین تا از داشته های این گزارش شما هم مستفید شوید. دعای سفره یلدا شفای درد هجران از رسانم تا خدا. این خاک گل گلدوست را احمد بهیر نصری میگم. امید دارم که در نیکترین ساعت زندگی قرار داشته باشین و نیکترین یلدای سال سپری کنین و بگذرانین کنار فامیلتان. هر که معشوقه برانگیخت گوارایش با دل تنها، به چه شوق پی یلدا برود. گله ها را بگذار، ناله ها را بس کن. روزگار گوش ندارد که تو هی شکوه کنی، زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دل تنگ تو را. پس چه زیبا میگه شاعر، گله را بگذار، اصلا شکوه نکن، اصلا به زیبایی زیبایی ترین اندیشه بر یلدا برو و پیشا پیش یلدا برو و پیش و خاطر استقبال یلدا برو، چون پیروزی نور بر تاریکی است. اگر ما دقیق ببینیم نیاکان ما که حدود میگن 7000 سال پیشی تاریخ دارند، البته چندان علما یا تاریخ پژوهها والای ازی یا باستانشناسا توافق نظر ندارن، اما سفال هایی که در ایران باستان پیدا شده نشان دهنده اینمی حالات فلکی ما نقش شده از اینا را نشان میتن که بوده. پس ما میفهمیم که یعنی 7000 سال پیش در بوم در سرزمین چنین چه برای اینا میشیشتن، چون درازترین شب سال است و اینا به خاطر از اینکه خود یلدا یک واژه سوریانی است و ایره به معنای تولد یا زایش است، به دوباره تولد نور جشن میگیرن. ما هم امشب کنار هم جمع شدیم و میخواهیم که تولد نور جشن میگیریم، تولد پیروزی بر تاریکی را جشن میگیریم. امید دارم که این شب در کنار فامیل همتان خوب بگذرانین و خاطر انگیز باشم. شاد شیک و شاداب باشین و سال بعدی یلدای بعدی در صلح، در برابری و برادری سپری. درود، وقت بخیر. سلسله ناصری هستم و برنامه آخرین یلدای قرن آمدیم و میخواستم در این مورد بگم که فرصت خوبی است در وضعیت فعلی که ما قرار داریم. میتونیم یک غنیمت بزرگتر بدانیم نسبت به حالات قبلی که ما شاهدش بودیم. اما طوری که شما در جریان هستین، وضعیت سیاسی روزها غبارآلود است و وضعیت فرهنگی را که همشهری های ما مساعد ساخته خوشبینی را ایجاد کرده که میتونه بر وضعیت سیاسی چیره شود یا حداقل نتانه سایه بفکنه بر وضعیت فرهنگی و به دیدار دوستا و زنده نگه داشتن فرهنگ باستانی خود ما اومدیم که یک جایی روز تجلیل کنیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، درود بر روان پاک سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. مهری کبیری هستم، یک تن از باشندگان شهر کابل که امشب به مناسبت تجلیل از یلدای باستانی توسط انجمن قلم برگزار شده بود ما را هم دعوت کردند و ما این شب به تجلیل نشستیم. یلدا واقعا
همیشه از طرف فرهنگی ها، شعرها و ادب دوستای کشور برگزار میشه و این شب به تدلیل مینشینن. ما همچنان یلدا را بر همه دوستا از طریق این کمره خود استقبال میگم. انشاءالله که یک صلح و آرامی سر تا سری در کشور از ما بیایم و ما همه در فضای پر از صمیمیت این شب با خوشی‌های تمام برگزار کنیم. خب یلدا صحبت کردن در مورد یلدا وقت بسیار زیاد میخواه. یلدا یعنی زایش خورشید، حدیث عشق و گفته ابو ریحان بیرونی میلاد اکبر، میلاد مهر و یک جشن اسطوره‌ای که در مورد صحبت کردن وقت زیاد کار داره. فقط یک کوتاه شعر در مورد یلدا میخوانم. چگونه من شب یلدا مبارکی بدهم، بساط مژده شادی ز بحر چی بنهم، برنگ خسته و بیروح زرد بی خوابان حکایه ها ز یلدای دایمی بینان. اگر تو لب بگشایی به جشن یلدایی، هزار دل بلود خیال آب و نان و حلوایی. اگر تو لب بگشایی به جشن یلدایی، هزار دل برود خیال نان و حلوایی. به گوش حیرت همخاک شادیانه ما، سرود رزم تنی سرد و تازیانه شان. بهیست تا که به آهستگی مبارک گفت، اگر چه خوب و بدی خیش های دفتر سرد شد. چون میفهمین وقتی کسی تازه به غزل سرایی رو بیاره از شعر کلاسیک شروع میکنن، چون همه ما حافظخوانی دیگه از کلیت حافظخوانی را شروع میکنیم. در خانه های همه ما حافظ مثل قرآن کریم هست. یلدا باید مکمل و مقبول به سلام دوباره بر همه شما دوستای عزیز، مهمانای گرامی، بسیار بسیار خوش آمدید. هر عزیزی که امشب در این برنامه حضور دارن، نور چشم ما هستند، عزیز دل ما هستند، خوش آمدید. زیاد گپ به درازا نمیکشید، چون انجمن قلم وقتی که آدم بیاید، اما هوا و طعم شیری به ذهن هر آدم میاید. من یک چیزک درباره شب یلدا میگم و بعد از او ادامه میتونم. شب یلدا شب شعر و ترانه، انبای میوه ها در کنج خانه. شب یلدا انار و هندوانه، غذای سبزی و پلو، ماهی بهانه. چرا که عاشق نو دارد اعتبار دگر، خبر دهید به صیاد ما که ما رفتیم. خبر دهید به صیاد ما که ما رفتیم، به فکر صید دگر باشد. این فتنه ها که بر سر ماست، در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و در فقار و در غوغاست. دلم ز پرده برون شد، کجای ای مطرب بنای ها که از این پرده کار ما به نواست. مرا و کار جهان هرگز التفاقی نبود، رخی تو در نظر من چنین خوشش خاراست. غزل دومی هم که از دوست عزیزم مجران عزیز برای شما میخونم. خدا کنه دوستایی که فکر میکنم من کابولی هستم یا ایرانی، من افغان هستم، من ملیت کابولی میگم، خدا کنه میتونم بی شوخی گستاخی نداره دوست. و هر بار دیدنت جان و شوم خوشخوی، بی شوخی می بازم دل، می رزد جان، می سیخد موی، بی شوخی. و گفتارت و کردارت و هم از جلوه رخسارت، جنون می گیردم گاهی شوم پر روی، بی شوخی. و آن چشمان مست و ناز و آن مژگان یک کتاز، تو را گویم هزاران بار فرشته روی، بی شوخی. سیاه چشمان خماری از آن لبهای اناری، شراب ناب میگیرم.
البته بهیر جان چند روز پیش یک تجربه تئاتر هم داشتن. به عنوان اولی تجربه شان فکر میکنم. تمام جنگ افغان ها سر میز. تمام جنگ افغان ها سر میز. خب یک شعر مشهور یاد دارم. شاید دیگه از مسخور نمیخوای روشو؟ نمیخوای روشو؟ نمیخوای روشو؟ از فرامت عرق خیامل خانم نگم دو قلم مانده که پاییز به یخما این همه درگی خشند از هر که معشوق برانگیخت گوارایش باز دل تنها بچه شوق پیگلدا برمد گله ها را بگذار ناله ها را بس کن